به نام و یاد خدا و با عرض سلام به تازه ترین رویدادهای خبری بلخ و شمال افغانستان خوش آمدید. امروز سه شنبه 31 سرطان سال 1399 خورشیدی. در نخست سرخط خبرها. دیدگاه ها و نامیده ها میان شهروندان از بینتیجه ماندن گفتگاه یا سال نبود یک استراتژی تعریف شده در قبال پروسه سال از دیر زمان باعث شده که بی‌باوری ها را بر نتیجه گفتگوهایی که هم در گذشته اتفاق افتاده و هم قرار است بین گروه مخالفین یعنی طالبان و حکومت افغانستان برگزار شود بیش کمتر ساختم. افزایش علاقمندی بانوان در رشته های مختلف ورزشی در شهر مزار. از خانواده ها نیز تقاضا میکنم که تا امید دختر خانم هاشان تشویق کنند که به ورزشگاه بیایند. و تاکید اتحادیه اروپا برای آغاز فوری گفتگوهای یا سال میان افغان ها. مشروع خبرها. تشدید جنگ و بیشتر شدن حملات طالبان در آستانه گفتگوهای سال سبب نگرانی میان شهروندان و بیباوری ها نسبت به نتیجه گفتگوهای سال در کشور شده است. شماره از آگاهان در بلخ میگویند نبود راهکارهای مناسب و تعریف شده در قبال سال و مخالفت های داخلی سبب شده تا امیدواری ها برای تحکیم پایه های سال در کشور کمتر شود. این آگاهان با انتقاد از تعهد شکنی طالبان و عدم کاهش خشونت ها از سوی آنان ادامه این روند را نگران کننده بیان می کنند. همکارم صبغت الله توران با جزئیات بیشتر. اوج حملات طالبان در آستانه مذاکرات صلح بین الافغانی. همزمان با آمادگی ها برای آغاز گفتگوهای صلح میان افغان ها، عملات طالبان نیز در بخش‌های از کشور بیشتر از گذشته تشدید یافته است که نگرانی‌های جدی را میان شهروندان کشور به وجود آورده است. آگاهان در بلخ می‌گویند نبود راهکارهای مناسب و تعریف شده در قبال صلح و مخالفت‌های داخلی سبب شده تا امیدواری‌ها برای تحکیم پایه‌های صلح در کشور کمتر شود. این آگاهان تعهد شکنی طالبان و عدم کاهش خشونت‌ها از سوی آنان و نبود اجماع ملی میان رهبران سیاسی کشور را در افزایش جنگ و ناکامی در روند گفتگوهای صلح تاثیرگذار بیان می‌کنند. نبود یک استراتژی تعریف شده در قبال پروسه سال از دیر زمان باعث شده که بی‌باوری ها را بر نتیجه گفتگوهایی که هم در گذشته اتفاق افتاده و هم قرار است بین گروه مخالفین یعنی طالبان و حکومت افغانستان برگزار شود بیش کمتر ساخته. تا زمانی که ما روی شاخص ها و امو اولویت هایی که بر اساس منافع افغانستان تعریف شده به یک تفاهم نرسیم و یک اجماع داخلی در خود کشور به میان نمیاد در قبال پروسه سال، هر گونه گفتگو میتونه یک آغاز باشه ولی متاسفانه نتیجه و پیامد مثبت را در پی نخواهد داشت. گفتگوهای سال آنچنان که خواست نیاز و توقع مردم افغانستان است صورت پیش نمیره. ارگان هایی که در این راستا کار میکنن متاسفانه هنوز ناکام هستن، ضعیف هستن و نتوانستن آنچه که خواست توقع مردم افغانستان است برآورده بسازن. ما امیدوار هستم که دولت مردان ما اول بین خود صلح بکنن، اعتماد بین خود به وجود بیارن، مردم باورمند شون به اینا، بعد اینا بتونن با مخالفین مسلح صحبت بکنن. آگاهان در بلخ با ابراز نگرانی از تشدید جنگ در کشور میگویند آزادسازی زندانیان طالب سبب شده است تا میدانهای نبرد بیشتر از پیش گرمتر شود. این آگاهان تاکید میکنند که یافته ها نشان میدهد زندانیان رها شده طالب دوباره به میدانهای جنگ پیوسته و در نبرد با نیروهای امنیتی میپردازند. ولی این که طالب ها واقعا
قدرتش بیشتر شده، یکی از کجا تقویه میشن، از کجا حمایه میشن، توسط کیها حمایه میشن، این رو باید نیروهای امنیتی ما باید پاسخگو باشن. و به هر صورت این است که مهم است که طالب ها تا زمانی که واقعا به اهدافشان نرسن، من فکر میکنم که اینا هنوز به خشونتشان ادامه میده. فکر میکنم نگرانی میزانش بسیار زیاد بلند است و متاسفانه افراد هم که رها شده اقتدار زیادش گزارشان نشان میده که دوباره رفتن به صفوف جنگ و این میتونه که آتش جنگ در افغانستان بیشتر از گذشته شعله‌ور بسازه. روند رهایی زندانیان طالب در حال جریان دارد که پیشتر مقام‌های محلی ولایت‌های تخار و بدخشان در شمال شرق کشور از بازگشت جنگجویان رها شده طالب به میدان‌های جنگ در آن ولایت خبر دادند. در این مورد برای بحث بیشتر دکتر نجیب پیکان، فعال سیاسی و آگاه امور، را روی خط ویدیو با خود داریم. پیکان صاحب سلام، از دید شما تشدید حملات طالبان با نزدیک شدن گفتگوهای سال نشان دهنده چیست و چرا طالبان نمیخواهند قبل از آغاز گفتگوهای سال آتش بس کنند؟ سلام به شما. به باور ما طالبا و عامیانشان و بادارانشان باور به آوردن و تامین صلح در افغانستان ندارند. تامین صلح در افغانستان منافع بزرگ کشورهای همسایه مشخصا پاکستان زیر سوال میبره. بر اساس بازی قسم است که کوشش میکنن به نوع امتیازگیری کنن از جامعه جهانی در رأس امریکا، ولی تعهد، اخلاص و تصمیم بر آمدن صلح و آوردن صلح در افغانستان در دیروز دیده نشده، امروز دیده نشده و فردا هم خیلی دشوار است که بالای طالب و تفکر طالبانی و حرکات تروریستی و ساختارهای تروریستی اعتماد کرد بر آمدن صلح. ولی ما الحمدلله مسلمان هستیم، باز هم امیدوار هستیم که خداوند روشنی در دل برخی از مردمایی که میشده بینشان آدم خوب باشه بندازد تا ما شاهد صلح باشیم. طالبان همواره خواستهایشان از سوی حکومت و شرکای خارجی حکومت که یکی هم ایالات متحده آمریکاست پذیرفته میشه، که یکی از خواسته های اساسی طالبان رهایی تمامی زندانیانشان است. چرا طالبان به خواست حکومت و مردم افغانستان که آتش بس قبل از گفتگوهای صلح است پذیرفته نمیشه و برعکس طالبان در میدان های نبرد حملاتشان را تشدید میده؟ به باور ما در حقیقت لابیگری که طالبا در سطح جامعه جهانی کردن و تونستن با ایالات متحده آمریکا به نوع در میز مذاکره چندین ماه بشینن و تونستن امتیاز به دست بیارن که آزادی اسرایشان است، که در این بین بیشتر از یعنی در حدود 600 زندانی معلوم الحال هستند که عملا در قضایای جنایت، ترور، دهشت افغانی، اختطاف و قضایای جنایی اینا دست دارن و خود از این نشان میده که در حقیقت اینا تونستن به نوع قناعت بدن ایالات متحده آمریکا را، که ما فکر میکنیم جفاز در برابر مردم افغانستان، این در حقیقت جفاز در برابر خود سربازه که به خاطر آزادی وطن، به خاطر نجاتی وطن، به خاطر حفاظتی وطن نخواست که خلاف قانون یعنی شلیک کنه به اسیر طالب، اسیر طالب در زندان آورد و امروز بنابر یک معامله سیاسی اونا آزاد میشن. این خودش میتونه که بیانگر ازی باشه که اونا میخوان پس صفوف خود قوی بسازن، جبهات خود توسط می 5000 سرباز جنگی تعلیم دیده، آموزش دیده خود پس دوباره قوی بسازند. ای کاش فضا قسم میشد که اینا با رهایی، رها ساختن اسرایشان توسط حکومت یک مقدار تنش ها فروکش میکرد، آتش بس صورت میگرفت که اعتماد ملی زنده میشد. من فکر میکنم هر قدر که رهایی زندانی ها بیشتر شد، به اندازه آتش جنگ شعله‌ورتر شد و معنای از این که طالب ها نیروهای بشری آموزشی خود هم از آن طرف خط دیورند داخل افغانستان میسازند و هم داخل زندان های افغانستان اینا را میبرند داخل سیستم میسازند. بی‌باوری مردم نسبت به برایند گفتگوهای سال از همین حالا میان اقشار مختلف بیشتر شده. شما چه فکر میکنید؟ آیا باورمند بود که نتیجه این گفتگوها قرار است که برگزار شود و به صلح انجامد؟ با تاسف تا جایی که دیده میشه یک حرکت و عمل مشهود و قابل درک، قابل احساس از آدرس ساختار دولت افغانستان دیده نشده. هنوز اینا نتونستن که شورای مصالحه را شکل بتن، هنوز نتونستن که تیمای کاری خود منسجم بسادن، به استثنای آیت مذاکره کننده که تلاش خود دارن، رابطه تامین کردن با ساختارها، با اقشار مختلف اینا تماس میگیرن، نظرخواهی میکنن، ولی جنبیدن حکومت به این شکل کوتاه و به این شکل ضعیفش میتونه که سوال برانگیز باشه و از طرف دیگه
شدید شدن عملات طالبان و بالاخره داغ شدن جبهات جنگ از یک طرف، کمکاری و کم علاقگی حکومت مردای افغانستان به خاطر آغاز مذاکرات از طرف دیگه، و نبود فشار مناسب قوی جامعه جهانی مشخصا آمریکا به خاطر جمع ساختن اینا روی میز مذاکره، میتونه که یک مقدار بی‌باوری ها را بیشتر بر آمدن صلح بسازه و پروسه رسیدن به صلح را که ما به عنوان یک شهروند کمتر برش باور دارم، نظر به حرکات را که میبینم، نظر به تفکر طالبانی که در ذهن طالب و عامیان بیرونیشان میبینم، ولی باز هم میخواهیم بگویم که این پروسه حداقل باید سریع شوه، هم حکومت بجنبه و هم طرف طالب و هم جامعه جهانی نظارت دقیق داشته باشه، میتونه باورمندی را بیشتر بسازه. در غیر از او باورمندی به رسیدن به صلح پایدار که در او ارزش های ملی و دموکراتیک ما حفظ شوه یک مقدار دشوار است. سپاس از شما. دکتر نجیب پیکان، فعال سیاسی و آگاه امور بود که در مورد گفتگوهای صلح از طریق خط ویدیو صحبت کردند. مسئولان در ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ از افزایش علاقمندی بانوان بر رشته های مختلف ورزشی در شهر مزار شریف خبر می دهند. رئیس تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ می گوید در شهر مزار شریف بیش از 20 کلاب ورزشی مخصوص بانوان فعالیت دارد. در همین حال بانوان می گویند بلند رفتن سطح جرایم جنایی در شهر مزار شریف سبب نگرانی شده و آنان از بهر افزایش جرم های جنایی نگران ادامه فعالیت های ورزشی شانند و از نهادهای امنیتی می خواهند تا در تامین امنیت شهروندان به گونه‌ای جدی تلاش صورت گیرد. همکارم هوشا مبارز گزارش دارد. در شهر مزار شریف ضمن از اینکه کلاب های ورزشی برای آقایان هست، یک سلسله کلاب های ورزشی مخصوص دختر خانم ها همچنان فعالیت داره و این یک کلاب است که تعداد زیادی از دختر خانم های این منطقه در اینجا می آیند و ورزش می کنند. گام های بانوی جوانی که در جامعه سنتی و مردسالارتون افغانستان برای سلامتی برداشته می شود، یکی از کلاب های ویژه بانوان در شهر مزار شریف. سریا بانویی که مدت 3 سال می شود ورزش می کند. می گوید ورزش ضمن این که ضامن سلامتی است، روی افسردگی زنان نیز تاثیرگذار است. می توانند ورزش کنند. به گفته بزرگای ما البته ورزش ضامن سلامتی ماست. دیگر کسایی که افسردگی دارند خیلی مفید است. یعنی ورزش کلن محیط کلاب برای خانوما که افسردگی دارند خیلی خوب است به نظر من. اما افزایش جرم‌های جنایی در شهر مزار شریف سریا را همانند سایر باشنده‌های شهر مزار شریف نگران ساخته است و می‌گوید در صورت ادامه چنین وضعیت ممکن او با خیال راحت به تمریناتش ادامه داده نتواند. سریا از نهادهای امنیتی خواستار توجه جدی تامین امنیت در شهر مزار است. مدت 3 سال میشه که ورزش می‌کنم و فضای مزار برای بانوها خوب است. برای ورزش و اگه بخواین، یعنی پشت کار داشته باشن بخواین ورزش کنن، به نظرم خوب است، عالی است. و در آخر که جرایم جنایی و یعنی چیزایی که رخ داده باعث شده که یک کمی، یعنی خیلی زیاد نگران کننده است برای کلی، برای بانوان بیشتر. البته بانوان میگویند کلاب های ورزشی ویژه بانوان در شهر مزار شریف با رعایت تمامی موازین اخلاقی فعالیت دارند و به عنوان علاقمند به رشته های مختلف ورزشی می توانند جهت انجام ورزش و ورزشگاه ها بیایند. مدت 6 ماه میشه که من به ورزشگاه می آیم و خیلی یک محیط و یک فضای مناسب برای دختر خانم ها است و دختر خانم ها می توانند که به ورزشگاه بیایند که از لحاظ روحی و روانی خیلی یک ورزشگاه خوب است و دیگه از خانواده ها نیز تقاضا می کنیم که تا امید دختر خانم ها تشویق کنند که به ورزشگاه بیایند. بانوانی که همت کردند با سرمایه گذاری برای ایجاد باشگاه های ورزشی برای زنان، میگویند موجودیت چنین مکان ها برای صحت جسمی و روحی بانوان در جامعه یک نیاز است. باید به خاطر زیبایی، سلامتی وجود خود باید تمرین کنند و به خانمایی که از دسک کمر، دیگه موری گردن، عینک زانو رنج میبرند، خواهش میکنیم به خاطر صحت خدا که ورزش ضامن سلامتی است. باید من تنها در این کلاب نمیگم، در هر جایی که کلاب نزدیک خانهشان باشه، برشان شرایطش مهیا باشه، باید اشتراک کنن، ورزش کنن، به خاطر که ورزش ضامن سلامتی است.
دختر خانم هایی که در اینجا مراجعه میکنن به خاطر زیبایی، سلامتی، لاغری، بعضیش به خاطر چاقی مراجعه میکنن و ما همچنان خانم هایی هستن که در کلب ارمغان مراجعه میکنن. اینا از فشار، چربی خون، دیابت و همچنان استرس، افسردگی رنج میبرن و از چاقی رنج میبرن، به شما مراجعه میکنن و ما به اینا تا توانی که داریم میخواییم کمک کنیم و برشان ورزش های مختلف معرفی میکنیم تا که بخاطر صحتشان بهبود ببخشیم. آمارهای ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ نشان میدهد که همکنون بیش از 20 کلاب ورزشی مخصوص بانوان در شهر مزار شریف فعالیت دارد. کلاب های آزاد راجستر داریم که بیشتر از 20 کلاب ورزشی در شهر مزار شریف در چوکات اداره ورزش و فدراسیون پرورش اندام و فتنس ولایت بلخ فعالیت میکنن که خوشبختانه یک تعداد کثیری از دختر خانم ها و خانم های خانه هم در این کلاب ها مصروف و فعالیت های ورزشی هستند. امنیت نسبی در شهر مزار شریف باعث شده تا تعداد زیاد از بانوها در کلاب های ورزشی بیاین و ورزش بکنن، اما در این اواخر که سطح جرایم جنایی در شهر بلند رفته، بانوان را نسبت به ورزش شاکی و نگران ساخته. خوشا مبارز، تلویزیون پیکان، شهر مزار شریف. ادامه خبرها پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید و حالا هم توجه نمایید به نگاه زودگذر. اتحادیه اروپا خواستار آغاز فوری گفتگوهای بین الافغانی شد. رونالد کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید گفتگوه بین الافغانی باید آغاز شود. آقای کوبیا میگوید هیچ مورد نباید باعث تأخیر در این گفتگوها شود. به گفته او مبادله آخرین زندانیان با تشبث در نشست‌های نخست مورد بحث قرار گیرند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا در حال با آغاز گفتگوهای فوری بین الافغانی تاکید می‌کند که پیش از این مقام‌های حکومت افغانستان از برگزاری این گفتگوها در ماه جولای خیلی امیدوار بودند، اما گفتگوها تا هنوز آغاز نشده و با آنکه بیش از 4000 زندانی طالبان از بند حکومت افغانستان آزاد شدند، هیچ آمادگی برای آغاز مذاکرات از سوی طالبان دیده نمی شود. حکومت افغانستان می گوید حدود 600 زندانی طالبان را که دوسیه های جرمی دارند رها نخواهد کرد. ده ها تن از کارمندان و کارگران تصدی زغالسنگ شمال در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان میگویند از 5 ماه به این سو معاش دریافت نکردند. آنان با گرد هم آمدن در برابر ساختمان این تصدی در شهر پلخمری اعتراض کردند. ریاست تصدی زغالسنگ شمال حدود 6 ماه پیش به اداره انکشاف ملی ریاست جمهوری ادغام شد. کارمندان و کارگران این تصدی میگویند از آن زمان تا کنون با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. آنان میگویند با آنکه روند کاری در تصدی و کارخانه سمنت غوری ولایت بغلان به گونه عادی جریان دارد و روزانه پول هنگفته به خزانه دولت وارد می شود، اما 5 ماه می شود که معاششان پرداخت نشده است. این کارمندان و کارگران از دولت می خواهند تا هر چه زودتر حقوقشان را پرداخت کند. این کارگران هشدار می دهند در صورتی که معاشاتشان پرداخت نشود، شاهراه کابل شمال را برای ترافیک مسدود خواهند کرد. و این هم یک رویداد خارجی. وزارت صحت و رفاه خانواده در هند از ثبت بیش از 37,000 مورد جدید کرونا در این کشور خبر می‌دهد. وزارت صحت هند دیروز اعلام نمود که با شناسایی 37,148 مورد جدید با ویروس کرونا شمار مبتلایان در این کشور افزایش یافته است. هند از جمله کشورهای با شمار ابتلای زیاد به کووید 19 در جهان پس از آمریکا و برزیل در جایگاه سوم قرار دارد. بر اساس اخیرین آمار وزارت صحت هند،
طی شبانه روز گذشته با شناسایی 37148 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا، شمار مبتلایان در این کشور به 1,155,191 نفر افزایش یافته است. همچنین با فوت 587 بیمار دیگر طی 24 ساعت گذشته، تعداد قربانیان کووید 19 در هند 28,084 تن رسید. از سوی دیگر تاکنون 724,577 بیمار کرونایی بهبود یافتند. بر اساس اخیرین داده های پایگاه اطلاعاتی ارزیابی جهانی، هند از لحاظ شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جایگاه سوم جهان قرار دارد. گفتنی است شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید 19 نخستین بار در دسامبر 2019 در شهر ووهان، مرکز ولایت هوبی چین مشاهده و طی مدت کوتاهی با شیوع در بیش از 210 کشور تبدیل به پاندمی شد. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، بر اثر شیوع ویروس کرونا در جهان تاکنون 14,854,330 نفر به این ویروس مبتلا شدند که از این تعداد 613,213 نفر جان خود را از دست دادند و 8,907,062 نفر نیز بهبود یافتند. آمریکا، برزیل، هند، روسیه، آفریقای جنوبی، پیرو، مکزیک، شیلی، اسپانیا و انگلیس در رده‌های اول تا دهم کشورهای آلوده به ویروس کرونا هستند. خبرهای ورزشی با همکارم حمیدرضا بلخی. حمیدرضا، با سپاس از همکارم، حال هم تازه‌ترین رویدادهای ورزشی. تیم کرکت زیمبابوه با وجود نگرانی‌های همه‌گیری ویروس کرونا، هنوز هم امیدوار است در آینده نزدیک در یک رقابت 5 مسابقه 20 آبره جهانی میزبان افغانستان باشد. در همین حال کرکت بورد افغانستان هفته گذشته در بیانیه اعلام کرد که بازیکنان تیم ملی ماه گذشته تمرینات خود را برای آمادگی مسابقات آینده آغاز کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری زیمبابوه نیوز، تیم ملی این کشور در حال تمرین برای آمادگی مسابقات احتمالی با افغانستان است. دارلینگتون ماجونگا، مدیر ارتباطات کرکت زیمبابوه، گفته است که کرکت زیمبابوه و کرکت بورد افغانستان توافق کرده اند که این مسابقه در صورت برداشتن ممنوعیت از سوی دولت زیمبابوه برگزار خواهد شد. آقای مرجانگا گفت: ما با افغانستان توافق کرده ایم تا به سیرهای بپردازیم که قبل از قرنطینه روی آن تعهد کرده بودیم. با این حال فقط در صورت تصویب از سوی دولت میتواند اتفاق بیفتد و ما از مقامات خواسته ایم که مجوز برگزاری این مسابقات را بدهند. در همین حال کرکت بورد افغانستان هفته گذشته در بیانیه اعلام کرد بازیکنان تیم ملی ماه گذشته تمرینات خود را برای آمادگی برای مسابقات آینده آغاز کردند. باید یادآور شد که تمام بازیکنان تیم ملی آزمایش کرونا دادند و نتیجه همه ایشان منفی بوده است. یوونتوس در هفته 34 سری آی ایتالیا در ورزشگاه آلیانز تورین میزبان لاتزیو یکی از مدعیان قهرمانی بود و این تیم را در خانه شکست داد. با این پیروزی یوونتوس 80 امتیازی شد و با 8 امتیاز اختلاف نسبت به اینتر میلان همچنان در صدر ماند و لاتزیو هم با 69 امتیاز در رده چهارم قرار گرفت. یوونتوس با شکست لاتزیو در ورزشگاه آلیانز تورین خودش را به نهمین قهرمانی متوالی نزدیکتر کرد. در این دیدار یوونتوس بازی بهتری را آغاز کرد و توپ میدان را در اختیار داشت. این تیم اما در نیمه نخست به گل نرسید و با تساوی راهی رختکن شد. در دقیقه 50 توپ به دست مدافع لاتزیو برخورد کرد و شاگردان ساری صاحب پنالتی شدند. کریستیانو رونالدو پشت توپ ایستاد و موفق شد پنالتی خودش را به گل تبدیل کند. با این گل رونالدو به نخستین بازیکن مبدل شد و موفق شد در سه لیگ انگلیس، اسپانیا و ایتالیا 50 گل و یا بیشتر از 50 گل بزند. در دقیقه 54 و 3 دقیقه بعد از گل نخست، رونالدو روی همکاری خوب دیبالا صاحب موقعیت شد و گل دوم خودش را به ثمر رساند. رونالدو با این گل در فصل جاری 30 گله شد و خودش را به آقای گلی نزدیک‌تر ساخت. لاتزیو در ادامه برای جبران نتیجه تلاش کرد اما در دقیقه 83 صاحب پنالتی شدند. چیرو پشت توپ ایستاد و موفق شد پنالتی خودش را به گل تبدیل کند. چیرو ایموبیله با این گل 30 گل شد تا با حریفش در راه کسب عنوان آقای گلی برابری کند.
حالا هم نرخ اسعار تقدیمتون می شود. یک دلار امریکایی 77 افغانی و 3 پول، یک یورو واحد پول اروپا 86 افغانی. یک درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 457 افغانی. پیشبینی وضعیت هوای بلخ و بخشای از شمال کشور. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایینترین آن 31. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین آن 18. سرپل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایینترین آن 26. میمنه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایینترین آن 22. فیض‌آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین آن 31. طالقان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین آن 24. کندز آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین آن 29. پلخمری آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین آن 18. شبرغان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین آن 30. و ایبک آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین آن 25. این بود خبرها که تقدیم شما شد. از همراهیتون سپاس. وقت خوش. خدا نگهدار.